سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدین به مجله صبح. امروز در آغاز برنامه بسته خبری حاوی داخترین و مهمترین خبرهای افغانستان و بیرون از افغانستان بود که پیشکش شما شد. در ادامه مجله صبح امروز موضوع ما در پیوند به چگونگی توزیع کمک ها و ادامه روند قرنطینه کابل است. اگر پرسش و یا دیدگاهی در همین مورد دارین، مهمان ما امروز در مجله صبح جناب ناصر مهری سخنگوی والی کابل حضور پیدا کردند تا به گونه مستقیم به پرسش ها و دیدگاه شما پاسخگو باشند. رأی که شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنند 0791 300 654 میتونین تماس بگیرین. اگر تماس شما برقرار نمیشه، نشانی ما در facebook.com/yaktv_news_af میتونین اونجا سر بزنین و پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و یا پرسش اگر دارید بنویسید. ما در لابلای برنامه با مهمان ما در میان میگذاریم. از آغاز برنامه تقاضا میکنم زمانی که تماس میگیرین خواهشان صدای تلویزیونتون را پایین بکنین تا ما بتونیم صدایتون را به گونه دقیق و برنامه داشته باشیم و پرسش شما را با مهمان برنامه شریک بسازیم. جناب مهری، بسیار زود خوش آمدید. امروز اینکه دعوت ما را پذیرفتین. اگر در رابطه با قرنطینه کابل صحبت بکنین، که تال قرنطینه کابل کیو دیگشت گذار است در جریان روز جدی گرفته نشده، در برخی حالات به گونه عادی حتی برگشته، دلیل را در چی میبینین که چرا مردم جدی نگرفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون یک. سلامت باشین. طوری که البته همه در جریان قرار دارن که وضع قیود و محدودیت ها در شهر کابل در اوائل که بی توسط کابینه ریاست جمهوری تصویب شد 3 هفته بود که درست. 3 هفتهش تکمیل شده و به منظور جلوگیری از گسترش شیوعی ویروس کرونا به مدت 3 هفته دیگه هم تمدید شد، که این هفته هفته آغاز او 3 هفته تمدید شده است. این هفته اولی وضع قیود و محدودیت ها خوشبختانه ما در اوائل مردم نظر بود که هرچند که از سوی نهادهای جامعه مدنی، رسانه های محترم برای مردم آگاهی داده شد که قرنطینه چی هست، قیودات چطور میشه و محدودیت ها چه قسم باشن، در رابطه با طرح معلومات ها همه دریافت کردن. اما روزهای اول دو ما دیدیم که برخی دکان ها هم باز بود، مردم رفت آمد هم داشتن. اما در هفته دومش وضع قیود و محدودیت ها زیادتر شد. یعنی از سوی نیروهای امنیتی ما بنابر فیصله هایی که اشتورت گرفت در کمیته استرار وضع محدودیت ها زیادتر شد و خوشبختانه ما در هفته دو مسومشان خوشبختانه کم رشد گذار داشتیم در سطح شهر و حتی ولسوالی ها. و هفته که گذشت 3 هفته قبل خوب بود، اما با تمدید 3 هفته بعدی ما اقدامات بعدی را هم روی دست گرفتیم. اقدامات کمیته استرار بری بود که رفت آمدها با ولایت همجوار باید بند شود. او اشخاصی که بدون کدام عذر موجهی و یا ای که بدون کدام نیازی به ولایت ها سفر داشته باشند و باید محدود شود، که خوشبختانه توسط کمیته استراری مبارزه با ویروس و کرونا سفر داشتن شخص خود والی کابل به ولایت جلال آباد و لغمان و با والیانشان صحبت های داشتن، جلسات داشتن و فیصله بران شد که بدون موترهای ترانزیتی و اموال تجارتی رفت آمد به روی تمامی اشخاصی که کدام عذر مواجهی نداشته باشند درست باید بند شوند. که روز بعدش هم ما البته بعد از او سفر با ولایت های پروان، لوگر، کاپیسا، میدان وردک هم داشتیم در ولایت کابل که والیان محترمشان آمده بودن و طبق فیصله مشترکشان او راهها و شاهراه هم وصلتی هم بند شد. درست. بسیار تشکر. در رابطه با کمیته اصرار هم صحبت های شما رو می داشته باشیم که چه کار انجام دادن. اما پیش از او نخستین تماس برنامه رو پاسخ می دیم. بینید مورین خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل. سلام، صبح شما بخیر. میروانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ بله، سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحتتان خوب بخیر هستین؟ همکارتان خوب هست؟ بکن خوب هستین؟ سلامت باشین. خواهشان صدای ما را طریق تلفنتان داشته باشین. مهربانی پرسشتان. من باید فاریا تماس گرفتین. میخواستم باره این کمک هایی که توضیح نیست به اصلا نکتن کردن بر ولایت فاریاب. درست. بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتین.
حتما مهمان ما در رابطه با ولایت کابل هم صحبتشان را می داشته باشند. در رابطه با ولایات در روزهای بعدی کوشش میکنیم مهمان را داشته باشیم و پرسش هایی را که شما می داشته باشین هم با مسئولین در میان بگذاریم. جناب مهری، در رابطه با کمیته اصرار مبارزه با ویروس کرونا اگر صحبت داشتید، تا حال چی کار را برای مردم کابل انجام داده؟ کمیته اصرار با مبارزه با ویروس کرونا از آغاز روزی که به فعال شده، یعنی در تاریخ 8 حمل 1399 از توی کابینه تصویب شدی کمیته، که کمیته در سطح ولایت کابل باید ایجاد شد و فعالیت هایی که در سطح ولایت کابل است باید انجام بدن. درست. خوشبختانه از آغاز روز، یعنی در تمام بخش ها، کمیته های فرهی و 8 کمیته فرهی هم داریم که هر کدامشان بخش های مختلف خود را داره، بخش های نظارت دارن، کمیته نظارت، کمیته علما، کمیته آگاهی عامه و سایر کمیته هایی که در بخش های مختلف در مبارزه با ویروس کرونا فعالیت های خود را دارن. از آغاز کمک ها شروع کنیم که ما در حدود، یعنی از آغاز کمک ها تا فعلا بیشتر از 80,000 تن گندم برای 160,000 فامیل مستحق و بی بضاعت در سطح نواحی 22 گانه و ولسوالی های 14 گانه ما توزیع شده و این روند هنوز هم ادامه داره و می خواهیم که برای بیشتر مستضعفین و مستحقین این کمک ها توزیع شود. در پهلوی از او ما 30 تیم کمیته نظارت داریم، هم بخش آگاهی آمد که روزانه و یعنی همه روزه صبح تا شام به خاطر جلوگیری از احتکار در بازار، به خاطر تطبیق بهتر طرح قرنطینه در سطح شهر اونها نظارت میکنن و برای زی که بتانیم که برای مریضای ویروس کرونا رسیدگی بهتر کرده باشیم، ما فعلا 2 مکان را به خاطر تجرید مرض ویروس کرونا برای بیمارانی که مبتلا میشن در قصر دارلمان داریم که حدود 200 بستر است فعلا فعال است و شفاخانه افغان ژاپن داریم. در مجموع ما 1,000 بستر برای تداوی مرض ویروس کرونا فعلا فعالیت داریم و در پهلوی از او ما 31 امبولانس فعال فعلا داریم که اگر افراد مشکوک در سطح شهری و ولسوالی ها میشن بتانیم او را انتقال بتیم به این مراکز صحی و تحت تداوی سلام قرار بگیره. تشکر. بیننده ما این خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شد. اگر پرسش و دیدگاهی دارین میتونین در رابطه با موضوع برنامه دیدگاه و پرسش هایتان از طریق راه ارتباطی برنامه با ما شریک بسازین. بیننده دیگر ما این خط هستن، تماسشان را پاسخ میتیم. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. سلام، صبح شما بخیر. میربانی سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ میوند هستم، از کابل تماس گرفتیم. خوش آمدین میربانی، پرسشتان با میمانتان هم سلام مدرس از طریق تلفده تلویزیون تان به همه همتنان عزیز ما سلام خود تقدیم میکنم و از خداوند ازال میخواییم که همگی از آفت کرونا دورو بشن. از مهمانتان سوال دارم، البته قابل درد هم هست به خاطر از که ما دائم شاهد چند قضیه کمک هایی بودیم که آورده شد، ملکا گرفتن در خانه خود موترا را تا کردن توضیح نسید که ما شاهد، یعنی این قریه که بیخی به چشم خود ما، یعنی گواهش هستم و شاهده هستم ازم که کمک آورده میشه ملکا و یا ای که در ولسوالی 70% 30% اونجا زده میشه، باز تا قریه همه باز قریه یک دو خانه رو میتن نام میشه و خیر خلاص برو کنم میره. اگه کمک بود از زراعت هم آمده میرکم شد، کمک های گندم سیلو آمد، خلاصا در مجموع کلش به میرکم شد. یعنی اگه این پروسه دوام داشته باشه هیچ فایده نداره، بهتری است که این پول جمع شد به دولت و یایی که از نانبایی ها توضیح شد و کار داده شد و خلاصا همی که امی فعلا نمی پروسه که جریان داره. به نظر ما چون ما در قریه که زندگی میکنم و قریه که قریه خود ما هست که از این دو قریه، یعنی عملا نمی کار میبینم. دوم قریه دیگه که هم کسای دیگه برم تماس گرفتن، چون ما خودم هم کارمند یکی از ارگان هستم، همین چیز ما به چشم سر دیدم. یعنی فایده از این کمک ها 10% هم نیست مردم و خریجات بگردن. اگر در 100 خانه بیچاره اگر در 10 داده بودن
یعنی درست از ده لانیش هم نرسیده کلش های تمام شد. درست بسوزید. همین سوال داشتم گفتم اگر یک راه حل برش داشته باشن که درستر بنی مردمه که واقعا ضرورت داره برسه. در غیر از این از این ملک میره دیگه اون چی پایده؟ بسیار تشکر. تشکر از اینکه تماس گرفتین جناب مری در رابطه با صحبتای بیننده ما. برادر عزیز ما جان سوال خوبه کردن و ما هم بر ازی مشکل پرداختیم و این را یک مشکل اساسی میدونیم. واقعا مشکل است، یعنی مشکل از طرف مردم همیشه، مشکل از طرف توزیع کمک ها هم وجود داره. بیمانا که ما هفته قبل مثلا در 4 نقطه شهر توزیع گندم داشتیم که در هر مرکزش به طور مثال بگویم که متفاوت بود، یعنی یک قسمتش ما بگویم که در توزیعش حتی خودم هم رفته بودم. درست. ما به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم حتی کمیته های سروی ما که رفتن، درست، کوچه به کوچه و جاده به جاده، افراد و اشخاصی که دست فروش بودن، کراچی داشتن یا سادکار بودن یا کسایی که بیکار بودن، تمامشون رو لیست کرده بودن حوزه به حوزه. درست. ما دیگه که حوزه ها رفتم که توزیع گندم در حدود او لیست پیشه که سروی شده بود 100 نفر بود و روز قبلش تماس گرفته بودن که این 100 نفر باید جای مکانی که مشخص کرده بودیم بیایند اونجا کمک توزیع میشه برای این افرادی که لیست شدن سروی شدن. اما متاسفانه بگویم که زمانی که در اونجا ما رفتیم افراد و اشخاصی بودن که هم نادار بودن هم دارا بودن، تمامشان آماده بودن، یعنی از 100 نفر 1.5 الی 2000 نفر جمع شده بودن. هر مکانی که ما اینو تو توزیع داشتیم نفر زیاد تجمع داشتن. یعنی ما از مردم تقاضای ما این بود که کسانی که دارن فعلا در شرایط دشوار در خانه های خود باشن و کسانی که سروی شدن و زحمت کشیده شدن و لیست شدن آنها برای آنها برسن. درست. حکومت یا کمیته مبارزه با حوادث تلاشش برزی است که برای افرادی که واقعا مستحق است برسه، اما کمیته ایالت استرار بازم اشارات درک کرده در پهلوی از او فعلا برنامه های دیگی هم داره، میتونه که تشویشی برادر ما هم رفع شوه. ما در تلاش ازی هستیم که یک لیست واحد مستحقین داشته باشیم. درست. با ریاست های ضد حوادث، مهاجرین، احسایه، سرمیاشت، یک لیست واحد را داشته باشیم که به اساس لیست دیتابیس شده و بایومتریک شده باشه که بتونیم از طریق از او کمک هایی که صورت میگیره هم از کمیته و هم از حکومت یا نهادهای خیریه دیگه بتونیم از این لیست و از این طریق براشون کمک مساعدت صورت بگیره. بسیار تشکر. بیننده دیگر ما از کابل روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماس بیننده ما قطع شده. جناب مهری، از جمله 500 میلیون پول اختصاص یافته برای کرونا در کابل، این پول قرار از کدام بخشا و مصرف برسه و تا حال در کدام بخشا مصرف شده؟ از 500 میلیون پیشنهادی که شده بود مقدارش آمده، یعنی در حدود 5 میلیونش فعلا مصرف شده در بخشای مختلفش. اما ما پلان برازی داریم که زمانی که این مقدار بودیجی که به دسترس کمیته ایالت استرار قرار میگیره بتونیم به طور شفاف برای متضررین او را توضیح کنیم. درست. من قبلا گفتم که در رابطه با او ما لیست واحد را میخواییم جور کنیم. به اساس امو ما برنامه های دیگه هم داریم که یعنی مواد غذایی، شاید هم پیسه نقد هم برای بعضی از فامیل هایی که واقعا متضررین هستن او را براشون توضیح کنیم، یعنی اصناف مختلف در اینجا هست. درست. خب وارثین شهدا هست، مثلا اشخاص دارای معلولیت هستند، دست فروش هستند، کارگر هستند و سایر اصنافی که واقعا از تهدید مرض ویروس کرونا تهدید شدن و از ضرورت به این کمک ها دارن، انشالله از اون طریق باز کمک خواهد. تشکر. بینده دیگر ما از کابل روی خط هستند. سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم برادر. علیکم سلام. مهربانی، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ عبید الله هستم، از کابل همراه شما هم کلام برابر. خوش آمدین، بفرمایین پرسشتن. سلامت زنده باشین. سلام خدمت مهمانتانم تقدیم میکنم. مهربانی، پرسشتان. در
زمین از شاه از کابل از شاه چارقلای وزیرآباد در امرای دانانکلام هستند را بخیم. اصلا در شاه چارقلای وزیرآباد قرنطین هیچ مراعت نشده لالا. درست؟ حتی از ارگان های دولتی هم کسی اینجا نامده دن و هفته اول دوم می آمدن. یعنی جدی گرفته بودن هم بفیلن که هفته با فکر کنم هفته چهارم شروع شده. هیچ کدام دکان ها هم باز کرده هم مدرام زیاد مردم هم گشت و گذار زیاد. اصلا از ارگان های دولتی و از شرگل کابل نایه هیچ کسی به خاطر دیدار به سایی که رفتای وزیرالات ما آمده کنیم. درست. بسیار تشکر از اینکه تماس گرفتن. جناب میری هم صحبتاشون را داریم امروز می داشته باشن. اما پیش از او یک میان برنامه کوتاه میگیریم. پس از میان برنامه ادامه مجله صبح. ادامه مجله صبح بیننده مورد خط هستن. سلام صبح شما بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام مهربانی نامتان از کجا تماس گرفتین؟ خوب هستم بخیر خیر خیرات. سلامت باشین بفرمایین. بله. خواهشان صدای ما را از طریق تلفنتان داشته باشین. نامتان از کجا تماس گرفتین؟ نام من قیوم هستم از بستر خونه و زباد بطر خصوصی صبح. بفرمایین. من از جام مویسا گفتن بایومتریک مخصوص غیر بانک و مکا این وکیلا را بایومتریک میکنن یا سرخش خواه میشه یا کسایی که دردت داره به نیاز غریبی و بچورگی و مسلمی و یا کدام میشه خیلی چیز میکنن تا که این بایومتریک میکنن کرا خلاص میشه تا که با کاکلا چرک کنیم اصلا خلاص میشه از برای خدا و یادم های مسلمی بچورگ بطه ما خودتای با دکاندار هستیم فردی ما میشه باور با خدا خود که یک خش قوم وکیل برس نمونده مکمل وکیل گرفت مکمل شد هر جایی که بود شد همونجا همونجا نصف شد سه چارک یک کلو گرفتن دادن دگر اونه دارن دگر نوش جانشان مصنون باشم یک خش قوم بسیار تشکر جناب مهری پرسش نداریم دو سال هم نحمه شد اولا ببخشیم دگر سارید بسیار تشکر از اکتماس گرفتین جناب مهری پاسخ شما را ارائه میکنند ابتدا در رابطه با پرسش بیننده پیشتر ما تماس گرفته درست برادر ما عبدالله جان از چارقلی وزیرآباد گفتن که قرنطین مراعات نشده سوال قبلیشون این بود من میگم که از این برادر خود میگم که این قرنطینه باید کی مراعات کنه یعنی قرنطینه از سوی نیروهای امنیتی میشه یا اینکه از سوی خود مردم میشن قرنطین برای کی هست ما چندین بار گفتیم که قرنطین بیمناست که مردم در خانه های خود باشن از خانه های خود نبراین مسئول باشن هم خودشان مسئول باشه و هم فامیلش و هم همشهریان و همتانهای خود مسئول باشن و این ویروسی است که تجمعات زیادتر و بیرونگشتنشان باعث گسترش ویروس میشه و یکی از توصیه های خود وزارت صحت عامه است که در خانه خود باشه بر مبنای او همین قرنطین هم حتی زیادتر شد تمدیدش بیشتر شد و حتی امکان داره شاید بیشتر زو هم شود اگر قرنطین مراعت نشوه اگر شیوع ویروس کرونا گسترش یابه شاید قرنطین بیشتر هم شود تمدید شود چند ماه دیگه هم یا چند هفته دیگه هم اما آرزو میکنم که به حالت نرسیم ختم شود ویروس از بین بره من از مردم خواهش دارم که قرنطین مراعت کنن در خانه های خود باشن نیازهای خود را و ضرورتهای خانه‌ای خود را یک نفر فقط از فامیل برای بیرون و توصیه های است که البته چندین بار و هزاران بار حتی همشهری های ما از طریق تلویزیون رسانه ها و سایر مردم هم تا شنیدن که در خانه خود باشن درست و ببینده دیگر ما بر سوال بعدی همشهری ما عبدالقیم جان این بود که گفتن که بایومتریک مستحقین بله مستحقین میشن هدف ما از بایومتریک و لیست واحد به می منظور است که برای افرادی برسه که واقعا مستحق است خب ما شاید آن بودیم که اعتراضات مردم مبنی بر ازی شد که وکلای گذر میگیرن مثلا ملکا میگیرن یا سرمایه‌دارا میگیرن این کمک ها درست توزیع نمیشه
بخاطر امیر هم بخاطر مشکلی که فعلا وجود داره ما تلاش برازی داریم که یک لیست واحد داشته باشیم و واقعا کمک ها برای مستحقین برسه و از طریق یا طرز عملی که البته انشالله او هم نهایی میشه و لیست آغاز لیست یا شروع مستحقین آغاز شده از دیروز تا آغاز شده از سوی سایه میشه و نادهای دیگی خیری که فعلا اون لیست پیشان هست او آغاز شده و با مجردی که ما بتاریم یک لیست شمار کوتاه هم تازا داشته باشیم یعنی در حدود 200 300 تا 500 نفر حتی فامیل رو ما داشته باشیم که بایومتریک باشه درست. ما کمک های خود را آغاز میکنیم و اون لیست هم ادامه خواهد درست تشکر بیننده ما خط هستن سلام صبح شما بخیر الو تماستان وصل است سلام صبح شما بخیر بفرمایید سلام خوب هستید جانجور سلام خدمت شما مامین صاحب ما چی داشتم امی ما چلقلای چاردی به تماس شدیم امی منطقه ما که هست وکیل امی هم زیاد طایف هست هم زیاد قوم هست نماینده هم اونجا هست هر دفعه که رفتیم تقریبا 15-20 روز به تازه لیستاش رو بود رفته بود گفت که لیست برد داره همین دو سه روز پیش رفتیم وکیلش گیر داریم داد اونجا پیدا کردیم دوباره نماینده هم مربوط با ما نمیشن وکیل میگه که نه لیست برسده دیگه ما لیست نمیگیریم حتی ما کسایی دیدیم که از این کمک ها گرسن موتر داره بچه هایش معلم هست بچه های جوان کارگر داره سر فقیر نمیرسن جب ما میست درست بسیار تشکر از یک تماس گرفتن جناب میری هم صحبت هاشون میداشته باشه من پیش از اون جناب میری در رابطه به بخش از کمک ها اول ابتدا در رابطه به 4.5 کیلو گندم که توزیع شد اگر صحبت داشته باشه طرحش از کی بود بعد روی از این اگر بپردازین که برنامه بعدی و همچنان پلان بعدی بر مستحقین و همچنان نیازمندان بر کابل در رابطه به کمک ها چی خواد بود ما فعلا چندین تماس داشتیم که مردم شکایت از توزیع گندما داشتن که برای وکلای گذر رسید و برای کسایی رسید که سرمایه دار بودن و موتر حتی سوال بعدی که برادر ما گفتن که حتی موتر می بودن کمک می گرفتن ما در دو سه نقطه ای که البته ای در رسانه ها هم آمد و همه گی دیدن که 4.5 کیلو گندم بخیر زیادتر شدی یعنی صحبت های زیادتر شد ای بی خاطر بود که ما در هر فامیل یعنی 50 کیلوگرم گندم مستحق یعنی هر فامیل بود که او را توضیف کرده بودیم که یعنی از طریق وکلای گذر باید توضیح شود وکلای گذر زمانی که ایره توضیح میکنن یعنی قصه شه آدم یعنی منطقی تر باید بفهمه که چی رقم میشه ما قبلا در صحبت های اول خود گفتیم که ما 100 نفر لیست داشتیم 1,500 نفر آمده بودن درست و این دو سه مواردی که هم البته به وجود آمده و 4.5 کیلو گندم هم این همه چیز بوده وکلای گذر من میفهمم که وکلای گذر مجبور برازی شدن که وقتی که مو باشنده هایمون ناهی که یا گذری که میاین مجبور شدن این چند بوجی گندم بوری گندمی که مانده بود بین خود تقسیم کنن بی بناست که بین خودشان تقسیم شده نی که حکومت رو تقسیم کرده باشه یا کمیته تقسیم کرده باشه و برالوه ازو توزیع گندم ها از طریق کمیته یا حکومت نمیشه او را از طریق علما میشه پس از توزیع این گندم برنامه و پلان بعدیتان او مسئله 4.5 کیلو خب موضوعی بود که گذشت و از طریق وکلای گذر شده بود مسئله بود که بین خودشان نتن راضی کردن یا قناعت کردن برای مردم اینی توزیع کرده بودن اما برای توزیع دقیق مستحقین ما باز هم میگم تلاش برازی داریم که لیست واحد داشته باشیم و برای هر فامیل همون 50 کیلوگرم گندم میشه و در پهلوی از او ما انشالله تلاش برازی داریم که پول نقد هم حتی توزیع کنیم برای برخی از فامیل ها و مستحقین چه زمان آغاز خواهد شد؟ ما در صحبت های قبلی خودم گفتم که لیست آغازی که یعنی مستحقین آغاز شده و به مجردی که 200 تا 300 الی 500 فامیلی که بایومتریک شده باشه و مستحق باشه ای آغاز میشه و او سیستم لیست نویسی هنوز هم ادامه خواهد داشت و توزیع هم به میمنوال آغاز خواهد شد درست بسیار تشکر تماس بیننده ما رو پاسخ میدیم سلام صبح شما بخیر تماستان وصل است سلام صبح شما بخیر بفرمایید الو
الو بفرمایید تماستون وصل است. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. طالب حسین هستم از دشت برچی تماس گرفتین. بفرمایید پرسشتان. مهبر عزیز، از خاطر زمین کرده کمکا میخواستم صحبت کنم. مهربانی. بله، ما کسان ایران داریم ساگر که مثلا برای مردم ها برادر ناوا داریم پیشدار ترجیح میکنن. بله تماس شما رو داریم، بفرمایید نامی صحبتایتان. میشنوین؟ بفرمایید تماستان وصل است. بله، در اونجا کار جور میکنن، کار مثلا هزاران کار. تماس بینده ما قصد خواهشن زمانی که تماس میگیرن موقعیت خوبتر اختیار بکنین و هم از پای تلویزیونایتان موقعیت دورتر اختیار بکنین تا بتونیم پرسشایتان هم بگونی دقیق با برنامه داشته باشیم. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، پس از میان برنامه ادامه مجله صبح. دوباره برگشتیم، ادامه برنامه مجله صبح. جناب میری، والی کابل در صحبتهایشان بخش اشاره داشتن که مالکی نباید از کرنشینا پول اخذ بکنه و کرایه اخذ بکنن. با. شما هم رئیس مسئول در قسمت مالیات و همچنان در قسمت برق چی کار انجام دادن؟ طوری که همه در جریان قرار دارن، تایی صحبتهایی که در کنفرانس خبری داشت روز پنج شنبه اعلام کرد که تمام دوکاکین و خانه های کرایی که دولتی است نزد افراد و اشخاص شخصی او معاف است و در پهلوی از او ما سکتورهای خصوصی را هم داشتیم که خوشبختانه چندین مارکت ها بود، آپارتمان های رهایشی بود که آنها اعلام کردند که ما کرایه یک ماه را از کرایه نشینان خود نمیگیریم. درست. و در پهلوی از او سایر نهادها هم و تجارا هم این علاقه مندی نشان دادن که انشالله اونها هم اعلام خواهند کرد و یک تقاضی دیگه هم ما داریم از تجارای ملی و دیگه اشخاصی که فعلا صاحب مالکین دوکاکین است یا مارکت ها هستند کرایی اینها را معاف بکنن. و چون همه می دانیم که به یک مشکل واقعا وسیعی که ویروس کرونا هست مواجه هستیم، تمام کشورها به امین دست و پنجه نرم میکنن و یک مشکل اساسی است برای بلخصوص مردم افغانستان، باز کابل که با او شرایطی که فعلا مردم زندگی میکنن باید معاف شوه. درست. در قسمت مالیه و همشون برق؟ برق هنوز هم سرشکار هست، ببینیم که چه اندازه بتانیم که برای مردم حدی اقلش یا او پیسه را کم کنیم یا معاف کنیم. سر روز هنوز برنامه های وجود داره، ببینیم که تا چه اندازه میتونیم با امرو شهریان و باشندگان کابل بتانیم کمک کنیم. درست، تشکر. آخرین تماس برنامه رو پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصله. سلام، صبح شما بخیر. میربانی. سلام، بهدر شکیر بستم از قرباغ با تمام شما. خوش آمدین، بفرمایید پرسشتان. بیاتر این همی کومت ها را که گفتی، همی کومت هایی که در ولسوالی قرباغ آمده خد، این همی اول خو ولسوال و دیگه ملک و دیگه رئیس شورا و در زمن و دیگه کماندان و وکیل یا خودشان بین خود یک دفعه دلجه کردن. بعد از اون سری حوزه حوزه که سر ملکا رسید صاحب دیگه، بعد از او ملکا که گرفت یا حق خود گرفت کنه زو دیگه. اما کسی که چی از خودگه ملکا و کماندانا و وکیلا بودن صاحب، با اوها توجه کردن دیگه، او نمو که مستحق بودن، یتیم بودن، خانواده شهید بودن که با اوها کمک می شدن، نشدن دادن به خودگه وکیل و کماندان صاحب. درست، بسیار زیاد تشکر از یک تماس گرفتین. جناب میری، صحبتش نامی داشته باشن در پایان برنامه. پیش از اگر در رابطه صحبت داشته باشین که در ایام ماه مبارک رمضان تدابیرتان برای کنترل بهای مواد غذایی و همچنان کمک به نیازمندان چه خواهد بود؟ برنامه ما ای است که کمیته نظارت یا بخش نظارت که جلوگیری از احتکار میکنن و گران فروشی میکنن، او
فعالیت های خود را بیشتر خواهد کرد در سطح شهر که مردم یا دکانداران محتکر نباشند و احتکار نکنند در سطح شهر و و برنامه های بعدی ما ای است که هرچه عاجلتر ما بتانیم که حداقل اون لیستی را به دسترس ما قرار بدن تا بتانیم که توزیع کمک های خود را آغاز کنیم و مشکلات مردم اساسی که او نیاز به مواد اولیه دارند او را مرفوع بسازیم. درست. همچنان محدودیت گشت و گذار در کابل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ و طبق فیصله‌ای که صورت گرفته تا 20 سور هنوز هم قرنطینه هست و وضع خریدات و محدودیت‌ها وجود داره. امیدوار هستیم که این ویروس گسترش پیدا نکنه و ختم شود تا قرنطینه هم ختم شود، اما اگر زیادتر شود و شیوع گسترش ویروس کرونا زیادتر شود در سطح شهر و واقعات مثبت زیادتر شود، امکانش وجود داره که بیشتر هم شود، اما امیدوار هستیم که به او حالت نرسه و قرنطین و حتی گسترش ویروس کرونا هم در سطح شهر و سایر ولایت‌ها کم شود. درست. بسیار تشکر. و همچنان کوتاه اگر در رابطه با پرسش که بیننده ما نظری که داشتن از قره‌باخت تماس گرفته بودن. برادر باره میگم که حتما این لیست ها از طریق ولسوال سایبا میشن و وکالای گذر میشن، ملکا میشن، لیست ترتیب شده. به اساس اون لیست سهمیه گندم به ولسوالی ها انتقال یافته و از طریق وکالای گذر، ملای امامان مساجد، علمای کرام توزیع میشن. درست. اما برای ازی که ما بتانیم که او را تحت نظارت خود قرار بدیم و بیشتر بکنیم، ما اطمینان دارم که کمک ها به صورت درست و صحیح توضیح خواهد شد و توضیح شده. درست. و برای بررسی بیشتر آن حتما ما تاکید بررسی داریم که او را بررسی هم خواهد. همچنان 30 ثانیه فرصت داریم اگر در رابطه با پیامتان بر مردم در رابطه با در نظر گرفتن خیلی گشت گذار. پیام هی است که خواهشان قرنطینه مراعات کنند، در خانه های خود باشند، توصیه های صحیح را که از طرف وزارت صحت عامه توصیه میشن راهنمودی های اونها را مد نظر بگیرن و او را عملی کنن. انشالله ما با عملی شدن آن، با قرنطینه شدن آن از این آفت بعد دتمند به امان خواهیم. بسیار تشکر جناب ناصر مهری، سخنگوی والی کابل، از اینکه با مجله صبح حضور پیدا کردین. وقت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تا حال بیننده مجله صبح بودین. تا فردا، خدا نگهدار.